تو این ویدیو میخوام از یه جزیره رنگی، دره ستاره ها، یه دشت شنزار، یه دریاچه صورتی و غار نمکی براتون صحبت کنم. اگه میخواین در مورد اینا بیشتر بدونین، پس تو این ویدیو با من همراه بشین. بزنیم بریم. سلام، من فریبا هستم، به کانال من خوش اومدین. این عکس قشنگ که میبینین از جزیره هرمز 16 کیلومتری بندرعباس قرار داره و سرزمین رنگ ها لقب گرفته. جالب ترین چیزی که تو نگاه اول توجه شما رو به خودش جلب میکنه کوهی سرخ رنگه که محلی ها خاک اونو گلک اسم گذاشتن و از این خاک ادویه‌ای به نام سوراخ تهیه میکنن که طعم غذاهای اون رو با تمام غذاهای دنیا متفاوت میکنه. این جزیره به دلیل خاکهای رنگی خودش بهشت زمین شناسی اسم گرفته. قدم زدن تو نیمه دوم سال تو ساحل اسرارآمیز و دیدن طلوع و غروب خورشید در کنار طیف‌های رنگی بی‌نظیر به یکی از زیباترین جزایر جهان تبدیل کرده. این شاهکار طبیعت دره ستاره ها نام داره. صخره های عجیب و غریب این دره باعث میشه حس رفتن به مریخ رو تجربه کنی. این دره تو 5 کیلومتری روستای برکه خلف واقع شده. از نظر علمی فرسایش خاک باعث شکل‌گیری این دره شده ده. اما اهالی روستا اعتقاد دارند این دره به دلیل افتادن یه ستاره رو زمین شکل گرفته. بهترین زمان بازدید از این مکان اواخر زمستون و اوایل بهاره. برای دیدن ستاره ها باید تا شب صبر کنید. رسیدن به بالای دره علاوه بر لذت تماشای چشم‌اندازی زیبا، فرصتی مناسب برای عکس گرفتن به شما. اگه میخواین مرتفع‌ترین هرم‌های ماسه‌ای دنیا رو از نزدیک لمس کنید، کافیه به دشت لوت برید و اونجا سفر کنید. این هرم‌ها از دور مثل آسمون خراش های کلوخی هستن. برخی این منطقه رو شهر ارواح هم می نامن. به علت تیرگی رنگ خاک و خشکی سد، مناطق مرکزی این دشت به مدت 7 سال گرمترین نقطه کره زمین شناخته شدن. این دشت اولین میراث طبیعی ایرانه که توی یونسکو ثبت شده. عجیب ترین جاذبه توریستی شیراز دریاچه نمک مهالوئه. نکته شگفت انگیز این دریاچه رنگ صورتی اونه. این دریاچه در اواسط تابستون رنگ سرخ به خودش میگیره. چون میزان بالای تبخیر و غلظت نمک باعث تشکیل جلبک‌هایی میشه که شما رو با دریاچه صورتی رنگی مواجه میکنه. این دریاچه پناهگاه ایمنی برای پرنده ها و به ویژه فلامینگو هاست. بهترین زمان سفر به این دریاچه از اواسط پاییز تا اواسط اردیبهشت ماه. این غار با
بزرگترین قاره نمکی جهانه و 6600 متر طول داره. طی تحقیقات انجام شده، تنفس از هوای داخل قار میتونه به بیماری‌های تنفسی مثل آسم کمک کنه. مجسمه های نمکی شکننده، رودخانه های نمکی و خفاش های کوچیک چیزایی هستن که میتونین انتظار اونا رو داشته باشین. در اون غار نور کافی نیست، پس برای نگاه دقیق تر به بدنه قندیلا کافیه یه چراغ قوه پرقدرت همراه داشته باشین. نمک های داخل غار خاصیت دارویی داره، پس از چشیدن اونا نترسید. در پایان ازتون میخوام اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید و با کامنت های زیباتون من رو برای داشتن ویدیوهای بهتر یاری کنید. خدا نگهدار.